سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز. خانواده های دراویش زندانی با همراهی جمعی از دراویش با مراجعه به دفتر محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه خواستار دیدار با وی شدند، اما رئیس دفتر وی از عدم حضور آقای اژه‌ای و پر بودن وقت ملاقات مردمی تا 2 سال آینده خبر داد. خانواده های دراویش زندانی نیز در پاسخ گفتند ما آمده ایم که از آقای اژه‌ای بخواهیم تا راه درست اعتراضی را به ما نشان دهند که ما در این مدت 10 سال نرفته باشیم. این افراد با ارائه گزارشی از موارد نقض حقوق دراویش در 10 سال گذشته اعلام کردند بارها به مسئولین نامه نوشتیم اما هیچ پاسخی دریافت نکردیم و امروز وکلای ما در حال 4 سال حبس خود را میگذرانند که هنوز حکم آنها قطعی نشده است. غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران خبر اعدام محسن امیر اصلانی در زندان رجایی شهر کرج را تایید کرد. آقای اسماعیلی گفته اتهام امیر اصلانی زنای به عنف بوده است. آقای امیر اصلانی زندانی عقیدتی که از سال 85 در زندان بود، سحرگاه روز چهارشنبه 2 مهر ماه در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد. این حکم که 2 بار لغو شده بود، سرانجام با تایید رئیس قوه قضاییه اجرا شد. بر اساس گزارش ها اتهام او بدعت در دین و توهین به حضرت یونس بوده است. رمضان علی صبحانی‌فر عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اعلام کرد فیلترینگ نرم افزار واتساپ تصویب شده است، اما فیلترینگ وایبر و تانگو هیچ وقت مطرح نبوده است. این تصمیم چند روز بعد از آن گرفته شد که قوه قضاییه به دولت 1 ماه مهلت داد تا وایبر و واتساپ را فیلتر کند. در همین حال محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از برگزاری جلسه میان دولت و قوه قضاییه در آینده نزدیک در مورد بحث فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و افزایش پهنای باند خبر داد. آقای نوبخت گفته در نظام جمهوری اسلامی تفکر و رویکرد عملی برای تفکیک قوا وجود دارد و هر قوه می تواند از اختیارات قانونی خود استفاده کند. نزدیک به 300 کارگر پیمانی قطار شهری اهواز برای 3 روز متوالی دست از کار کشیده و در کارگاه مرکزی این پروژه عمرانی تجمع کردند. تجمع کنندگان به تعویق 4 ماهه حقوق خود معترضند. همچنین گزارشات حکایت از ادامه اعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیلانا دارد. اعتراض صنفی این کارگران که از 25 شهریور ماه آغاز شده است به 8 روز خود رسیده است. یکی از کارگران معترض به خبرگزاری ایلنا گفته است مهمترین خواست کارگران این کارخانه پرداخت معوقات حقوقی سال جاری و تضمین امنیت شغلی است. بنا به گزارش ارسالی به فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، روز 3 شنبه 1 مهر محمد موحدی دادستان ویژه روحانیت به سلول آقای کاظمینی بروجردی مراجعه و وی را مورد تهدید قرار داده و به وی گفته است اعتقاداتت بدعت و مخالف تفسیر و نظرات رهبری است که حکمش ارتداد و اعدام است. آقای کاظمینی نیز در پاسخ گفته من نظراتم مستند و حاضر به مناظره هستم. آقای موحدی نیز در جواب گفته ما اهل مناظره نیستیم، ما اعدام میکنیم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز 5 شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. به شب گذشته نیز در مرکز مطالعاتی آمریکای نوین سخنرانی کرد و به سوالات فرید زکریا روزنامه‌نگار آمریکایی پاسخ گفت. حسن روحانی شب گذشته در مرکز آمریکای نوین سخنرانی کرد و به سوالات خبرنگاران هم پاسخ داد. او در سخنان مقدماتی خود پیش از آغاز جلسه پرسش و پاسخ گفت آمریکا از فشار بیفایده بر ایران دست بردارد. آقای روحانی همچنین گفت برای حصول به 1 توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران باید در آمریکا با گروه‌های فشار مقابله شود. حسن روحانی در بخشی از سخنان خود با اشاره به سوء تفاهم‌ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده گفت باید از گذشته درس بگیریم و نباید اسیر گذشته باقی بمانیم. با این حال رئیس جمهوری اسلامی اضافه کرد مسئولان آمریکایی نباید سیاست‌هایشان را
بر اساس نظر گروه های فشار اتخاذ کنند و دنبال روی آنها باشند. آقای روحانی در بخش دیگری از سخنان خود مواضع جمهوری اسلامی در قبال گروه دولت اسلامی را تکرار کرد. وی مدعی شد آنان که تخم خشونت کاشتند و به حقوق مردم تجاوز کردند و در مواجهه با موضوعات پیچیده سیاسی و اجتماعی از روش‌های قهرآمیز استفاده کردند، قابلیت رهبری ائتلاف برای برخورد با گروه‌های تروریستی را ندارند. رئیس جمهوری اسلامی در ادامه و در پاسخ به سؤال یک از حضار که از او پرسید شما در مراسم شام پارسال گفتید همه ایرانی ها بیایند ایران. قنچه قوامی آمد و دستگیر شد. پاسخ داد امسال هم بیایید شام. وی درباره جیسون رضایان خبرنگار واشنگتن هم ابراز امیدواری کرد که عادلانه به پرونده او رسیدگی شود. روحانی درباره ویدیو هپی و سازندگانش هم گفت که دستگاه قضایی مستقل است. روحانی از اظهار نظر درباره مشروعیت دولت مصر خودداری کرد اما گفت که به نظر جمهوری اسلامی اخوان المسلمین غیر قانونی نیست. رئیس دولت جمهوری اسلامی در خصوص انتخابات افغانستان هم گفت اگر یک طرف می گفت برنده انتخابات است و طرف دیگر هم آن وقت اوضاع به نفع طالبان تمام می شد. روحانی درباره احتمال همکاری بیشتر با آمریکا گفت که فعلا بگذارید همینی که زاییدیم را بزرگ کنیم. در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رهبران جمهوری اسلامی و بریتانیا روز چهارشنبه پس از 35 سال برای نخستین بار ملاقات کردند. این بالاترین سطح دیدار دیپلماتیک در تاریخ رابط دو کشور پس از انقلاب اسلامی سال 1979 است. دیوید کامرون در این دیدار درباره دو موضوع مبارزه با داعش در عراق و سوریه و همچنین پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی با آقای روحانی گفتگو کرده است. دیدار روحانی و کامرون پس از آن انجام می شود که 3 سال پیش سفارت بریتانیا در تهران مورد حمله گروهی از جوانان تندرو قرار گرفت و رابطه دو کشور هم اکنون در پایین حد و در سطح کاردار غیر مقیم است. روز سه‌شنبه نیز رؤسای جمهور فرانسه و جمهوری اسلامی در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر ملاقات کردند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد دست یافتن به یک توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ممکن است به شرطی که رهبران این کشور چنین فرصت تاریخی را از دست ندهند. او با دفاع از حملات هوایی به دولت اسلامی گفت این گروه تنها زبان زور را می‌فهمد. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سالانه خود در مجمع عمومی سازمان ملل از مردم و رهبران ایران خواست تا از مذاکرات هسته‌ای جاری برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک صلح‌آمیز به منظور حل و فصل ابهامات برنامه هسته‌ای خود استفاده کنند. باراک اوباما اظهار داشت این مهم تنها در صورتی تحقق پیدا می‌کند که ایران این فرصت تاریخی را غنیمت بداند. وی گفت پیام من به رهبران و مردم ایران ساده و معقول است. نگذارید این فرصت از دست برود. ما می توانیم به راه حلی برسیم که نیازهای انرژی شما را تأمین کند و در این حال به دنیا اطمینان دهد که برنامه شما صلح‌آمیز است. رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که ایالات متحده در جنگ با اسلام نیست. تقابلی بین آمریکا و اسلام نیست و آینده بشریت وابسته به همکاری همگان علیه افرادگرایان مذهبی و قومی است. به گفته او، جهان باید با این چالش با 4 روش روبرو شود. نخست اینکه داعش باید سرانجام به طور کامل نابود شود. داعشی ها تنها زبان زور را می فهمند و آمریکا از توان خود برای کمک به نابودی این گروه استفاده می کند. او تهدید کرد هر کس که به داعش پیوسته بهتر از صحنه نبرد را ترک کند. آقای اوباما افزود چالش دوم این است
که جهان اسلام باید از تفکر داعشی برائت بجوید. افکار نوجوانان را نباید با کینه آلوده کرد. وی تصریح کرد ایدئولوژی داعش و القاعده و بوکو حرام خواهد مرد اگر مسلمانان کارزارهای تبلیغاتی بر روی اینترنت و مساجد و غیره برای مقابله با آن به راه بیندازند. رئیس جمهوری آمریکا گفت که تسامح را باید از مدارس شروع کرد. ادیان باید به سوی هم پل بزنند. آقای اوباما در مورد چالش سوم گفت مسیحیت در قدیم با جنگ‌های داخلی و خارجی همراه بود و امروز اسلام. خشونت شیعه سنی خاورمیانه را از هم گسیخته است. این جنگی است که برنده ندارد. به ویژه سوریه نیازمند دولتی عادل و با ثبات است. وی در مورد چالش چهارم گفت بهتر است جوانان مسلمان راه سازندگی را پیش بگیرند و نه راه پیوستن به گروه‌های افراطی. هیچ خدایی این کشتارها را تایید نمی‌کند. رئیس جمهوری آمریکا خواستار تمرکز بر پتانسیل‌های نوجوانان و مشارکت کامل زنان در عرصه‌های اجتماعی شد. آقای اوباما با اشاره به سازندگی در کشورهای مالزی و اندونزی گفت هیچ نیروی بیرونی نمی‌تواند اذهان و قلوب مردم را دگرگون کند. مردم منطقه خود باید تغییرات را انجام دهند. به گفته او واشنگتن در برابر نیروهایی که تهدیدی برای غرب باشند اقدام خواهد کرد، اما آمریکا یک قدرت اشغالگر نیست. اظهارات آقای اوباما در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در حالی است که ساعتی پیش از سخنان اوباما حسن روحانی در دیدار با دبیرکل سازمان ملل متحد گفت که ایران با اراده جدی و به خاطر تأمین منافع خود و دیگران وارد مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 شده و در صورتی که حقوق ملت ایران مورد خدشه قرار نگیرد آماده توافق در این مذاکرات است. حیدر عبادی نخست وزیر عراق در حاشیه 69مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با اوباما دیدار و گفتگو کرد. و پس از این دیدار گفت تضمین‌هایی را از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای تسلیح ارتش عراق دریافت کردیم و وی را از نقش مردم عراق در جنگ علیه گروه تروریستی داعش آگاه ساختم. گروه تروریستی داعش از 9 ژوئن با حمله به شمال و غرب عراق بخش‌هایی از این مناطق را اشغال کرده است. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران در یک گفتگوی ویژه تلویزیونی تایید کرد در جریان نبرد علیه نیروهای داعش در عراق قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران حضور داشته است. این نخستین بار است که سپاه پاسداران به طور رسمی حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی برون مرزی قدس را در جنگ علیه داعش تایید می‌کند. امیرعلی حاجی‌زاده یکی از فرماندهان ارشد سپاه در تلویزیون دولتی ایران با ادعای اینکه قاسم سلیمانی با 70 نفر مانع اشغال کردستان عراق توسط داعش شد اظهار داشت اگر کمکی لازم هست کمک‌هایی از جنس ایران باید انجام شود، اگر کمک ایران نبود داعش کردستان عراق را گرفته بود. سردار بزرگوار ما سردار سلیمانی با 70 نفر جلوی داعش را گرفت و آنها نتوانستند وارد اربیل شوند. به گزارش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران وی افزود فرماندهان ما به صورت مستشاری به عراق و نیروهای مردمی کمک کردند. با بسیج آنها توانستند این کار را بکنند. و این روزها هم خبرها را می شنویم به جای اینکه ائتلاف بین المللی نیروهای داعش را بمباران کنند نیروهای عراقی را بمباران می کنند. قبلا مقامات جمهوری اسلامی که هم با دولت عراق و هم با شبه نظامیان شیعه این کشور رابطه نزدیکی دارند هشدار داده بودند در صورتی که اماکن مقدس شیعی در عراق تهدید شود ایران برای دفاع از آنها وارد عمل خواهد شد. با وجود این مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای و حسن روحانی اعلام کردند که مردم عراق خود توانایی دفع تهدید داعش را دارند.
خبرگزاری رویترز در این زمینه از قول کارشناسان خبر داده که ایران طی هفته‌های اخیر کمک‌های مالی و تسلیحاتی به گروه‌های شبه نظامی عراق را برای مبارزه با داعش افزایش داده است. رویترز به بودجه سپاه پاسداران نیز اشاره کرده و می‌نویسد که این تشکیلات نظامی با 125 هزار عضو به اندازه یک ارتش رسمی بودجه دارد. قبلا نیز گزارش‌هایی از تلاش‌های قاسم سلیمانی در عراق و مذاکره با افراد پرنفوذ برای متحد کردن آنها علیه تهدید داعش منتشر شده بود. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، 25 شهریور اعلام کرد که نیروی قدس عملکرد خوبی در کشورهای لبنان، سوریه و عراق داشته و از نهضت‌های اسلامی حمایت‌های فکری و آموزشی کرده است. البته وی با تکذیب حضور نیروهای نظامی ایران در عراق و با اشاره به شکست محاصره آمرلی گفت جمهوری اسلامی به حکومت عراق برای مقابله با گروه خلافت اسلامی کمک فکری و تجربی می‌دهد و لازم نبوده است نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به این عملیات وارد شوند. از زمان سرنگونی حکومت صدام حسین، جمهوری اسلامی سعی کرده است با دخالت‌های نظامی و سیاسی در عراق نفوذ خود را در این کشور افزایش دهد. مأموریت این مسئله صرفاً بر عهده قاسم سلیمانی قرار داشت که اخبار زد و نقیزی نیز در هفته‌های اخیر از برکناری وی منتشر شده بود. شورای امنیت سازمان ملل در جلسه ویژه‌ای با حضور رهبران چند کشور از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قطعنامه‌ای صادر کرده که پیوستن افراد به گروه‌های تروریستی را جرم تلقی می‌کند. به موجب این قطعنامه که برای 193 کشور عضو سازمان ملل الزام آور است، سفر اتباع این کشورها برای پیوستن به گروه‌های تروریستی و یا کمک به عضوگیری و تأمین مالی آنها جرمی جدی تلقی خواهد شد. پیشنویس این قطعنامه توسط آمریکا به شورای امنیت ارائه شده است. آمریکا تلاش می‌کند تا ائتلافی بین‌المللی برای حمله به گروه داعش در عراق و سوریه شکل گیرد. این قطعنامه به طور مشخص به شبه نظامیان دولت اسلامی اشاره نمی‌کند و درباره همه گروه‌های پیکارجو تصویب شده است. یک مقام ارشد عضو ناتو مدعی شده است اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید افغانستان تنها 24 ساعت پس از برگزاری مراسم تحلیف پیمان امنیتی با آمریکا و ناتو را امضا می‌کند. این مقام ناتو در حالی از امضای این پیمان توسط رئیس جمهور جدید افغانستان سخن می‌گوید که حامد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان پس از گذشت یک سال از تدوین این پیمان به خاطر پذیرفته نشدن خواسته‌های افغانستان از واشنگتن این موافقتنامه را امضا نکرد و امضای آن را به رئیس جمهور آینده واگذار کرد. آقای کرزای خواستار آغاز عملی مذاکرات صلح با طالبان و پایان عملیات‌های خودسر نیروهای خارجی در افغانستان بود که این امر محقق نشد. علی حیدر وزیر آشتی ملی دولت سوریه اعلام کرده است حملات هوایی آمریکا و متحدانش علیه داعش در سوریه در مسیر درستی قرار دارد. در همین حال یک مقام ارشد ایرانی خبر داده آمریکا پیش از حمله به مواضع داعش در خاک سوریه جمهوری اسلامی را از این امر مطلع کرده است. علی حیدر وزیر آشتی ملی دولت سوریه گفت حملات هوایی که به فرماندهی آمریکا در سوریه صورت می‌گیرند از جنبه در جریان قرار گرفتن دولت سوریه پیش از اجرای حملات و مورد هدف قرار نگرفتن غیر نظامیان و یا مراکز نظامی دولت سوریه در مسیر درستی قرار دارند. به گزارش خبرگزاری رویترز و افزود که دولت سوریه همچنان با احتیاط تحولات را دنبال می‌کند. هواپیماهای آمریکایی دیروز نیز برای دومین روز پیاپی مواضع نیروهای گروه خودخوانده حکومت اسلامی را بمباران کردند. آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد نماینده‌اش در سازمان ملل به همتای سوری خود اطلاع داده که حملات هوایی اتفاق خواهد افتاد، اما دولت ایالات متحده هر گونه هماهنگی با بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه را رد کرده است. واشنگتن بارها اعلام کرده که بشار الاسد بخشی از مشکل سوریه است.
علی حیدر در ادامه گفت که جنگ علیه تروریسم تنها از طریق حملات هوایی مؤثر نیست. به افزود که عملیات نظامی علیه نیروهای گروه داعش مدتی به طول خواهد انجامید. دولت سوریه تمام گروه‌های مسلح درگیر در خاک این کشور از مبارزین مورد حمایت غرب تا نیروهای داعش را تروریست می‌داند. هادی البهرا رئیس شورای ملی سوریه که از اصلی‌ترین گروه‌های مخالف بشارالاسد محسوب است نیز پس از بمباران‌ها از حملات هوایی آمریکا در خاک سوریه استقبال کرد و واشنگتن را به اعمال فشار بیشتر بر دولت دمشق فراخواند. وی در این زمینه گفت جامعه جهانی نیز در مقابله با نیروهای داعش در خاک سوریه به ما ملحق شد. البهرا اظهار داشت شورای ملی سوریه خواستار آن است که در حملات هوایی نهایت دقت صورت گیرد تا غیر نظامیان قربانی نشوند. به اضافه کرد ما از تمام همکارانمان می‌خواهیم که فشار را بر روی رژیم بشارالاسد حفظ کنند. رئیس شورای ملی گفت در این جنگ تنها با راه‌های نظامی نمی‌توان پیروز شد. یک استراتژی جامع با مؤلفه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی لازم است. جامعه جهانی ممکن است از این پروسه حمایت کند، اما در نهایت باید به رهبری و به دست سوری‌ها به پایان برسد. صالح مسلم رهبر حزب اتحاد دموکراتیک که متشکل از کردهای سوریه است نیز از حملات هوایی نیروهای بین‌المللی استقبال کرد و گفت ما مشتاقیم تا با نیروهای ائتلاف در جنگ علیه تروریسم همکاری کنیم. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی خبر داده که آمریکا پیش از حمله به مواضع گروه‌های تندروهای اسلامی در خاک سوریه جمهوری اسلامی را از این امر مطلع کرده و به تهران اطمینان خاطر داده بود که این حملات علیه نیروهای وفادار به بشارالاسد نخواهد بود. این مقام ایرانی به رویترز گفته که جمهوری اسلامی نگرانی هایی درباره تضعیف موضع بشارالاسد در صورت هر گونه اقدامی علیه حکومت اسلامی در سوریه داشته و این نگرانی ها را پیش از این با مقام‌های آمریکایی در میان گذاشته بود. به گفته این مقام ایرانی، نگرانی‌های جمهوری اسلامی در این باره در گفتگو با مقام‌های آمریکایی نخست در ژنو سوئیس و سپس در نیویورک آمریکا به آنها منتقل شد. موضع رسمی جمهوری اسلامی تاکنون این بوده که این آمریکایی‌ها بودند که در گفتگوهای دو جانبه بر سر مسئله هسته‌ای درباره برخورد با گروه حکومت اسلامی صحبت کردند و طرف ایرانی تنها شنونده این سخنان بوده است. یک مقام ارشد در وزارت امور خارجه آمریکا هم با تایید گزارش رویترز به این خبرگزاری گفته است ما تنها انگیزه و نه زمان دقیق و اهداف خود را به ایرانی ها منتقل کرده ایم. همان گونه که تاکنون اعلام کرده ایم ما با ایرانی ها همکاری نظامی و اطلاعاتی نخواهیم داشت. گفتنی است اظهارات مخالفان و وزیر دولت بشارالاسد در حمایت از حملات هوایی آمریکا علیه مواضع داعش در سوریه در حالی است که روسیه و جمهوری اسلامی به عنوان متحدان اصلی دولت بشارالاسد این حملات را غیر قانونی عنوان کردند، چرا که به گفته آنها دولت بشارالاسد رسماً اجازه دخالت خارجی در خاک این کشور را صادر نکرده است. آنکارا میگوید علی‌رغم بار مالی و تبعات ناشی از کوچ آوارگان سوری، این کشور همچنان به سیاست درهای باز خود برای پذیرش آوارگان ادامه خواهد داد. بسیاری از سازمانهای حقوق بشری خواستار کمک مجامع جهانی به ترکیه برای اسکان این آوارگان شدند. میثاق بختیاری خبرنگار ما در ترکیه و جزئیات بیشتر. مرود یکباره ده‌ها هزار تن آواره سوری به ترکیه شرایط دشواری رو در اینجا به وجود آورده. دولت ترکیه در طی 3.5 سالی که از بحران سوریه میگذره پذیرای 1.5 میلیون آواره سوری بوده، اما در طی این مدت هرگز چنین حجمی از آوارگان اون هم در طی چند روز به این سوی مرزهای ترکیه کوچ نکرده بودن، موضوعی که هم باعث نگرانی سازمان ملل متحد
و هم دولت ترکیه از بابت چگونگی خدمات رسانی به این آوارگان شده. آقای کرولموش معاون نخست وزیر ترکیه در این باره میگه تنها ظرف یک شب 90 هزار نفر به ترکیه اومدن. مجموعاً از روز جمعه که دولت ترکیه گذرگاه مرزی رو به روی این آوارگان باز کرده، جمعاً حدود 150 هزار آواره سوری که عمدتاً شهروندان کوبانی هستن از وحشت گروه تروریستی داعش به ترکیه گریختن. هر روز هم خب بر تعداد اونها افزوده میشه. حالا داعش به پشت درهای شهر کردنشین کوبانی رسیده. فاصله کم کوبانی تا شهر شانلیورفای ترکیه هم باعث شده بسیاری از شهروندان این شهر با پای پیاده خودشون رو به گذرگاه مرزی ترکیه برسونن. وضعیت بغرنج این کوچه یک باره و عظیم، حتی کارل بچلر نماینده سازمان ملل در امور پناهندگان ترکیه رو هم شگفت زده کرده و گفته که پذیرایی از این تعداد آواره شرایط رو برای هر کشوری دشوار خواهد کرد. با این همه آقای کرولموش معاون نخست وزیر ترکیه گفته علی‌رغم بار مالی این کوچه و تبعات اون، باز هم آغوش خود رو به روی آوارگان سوری باز خواهیم کرد و پذیرای تعداد بیشتری از این آوارگان خواهیم بود. البته هرچند برخی رسانه ها روز گذشته از بسته شدن چند گذرگاه مرزی ترکیه بر روی آوارگان خبر داده بودند و برخی نهادهای حقوق بشری هم خب از این بابت انتقاد کرده بودند، اما هنوز در این باره منابع ترکیه واکنشی نشون ندادن. اما خب با توجه به اظهار نظر آقای داوودوغلو و همینطور آقای کرولموش مبنی بر عزم ترکیه برای پذیرش آوارگان بیشتر، به نظر میرسه با توجه به شرایط اورژانسی و پیش بینی نشده به وجود اومده در برخی از این گذرگاه‌های مرزی، این ممانعت موقتی باشه. شاید البته برخی ملاحظات امنیتی ترکیه هم در این باره دخیل باشه. برای ترکیه با توجه به فراخوان پکاکا در این باره مبنی بر مقاومت در برابر داعش و حمایت از کردهای سوریه، خب یه مقدار از این بابت هم میخواد شرایط رو در این زمینه مدیریت بکنه. ولی همونطور که اشاره شد، به نظر میرسه مسدود شدن برخی از این گذرگاه ها تابع چنین شرایطی هستش و موقتی خواهد بود. اینجا بهروی در کنار چشمان هراسناک زنان و کودکان کرد کوبانی گریخته از مهلک، نگرانی دیگه ای رو هم میشه در چهره و گفتار مقامات ترکیه دید و اون نگرانی از بابت چگونگی اسکان و خدمات رسانی به این تعداد آواره هستش. بسیاری از آوارگان موقتا در اماکن عمومی و مدارس اسکان داده شدن. دولت هم با عجله در حال بررسی شرایط و ایجاد چادرشهرهای جدید به ویژه در منطقه شانلیورفا هستش. هرچند به تنهایی این امر در واقع مؤثر نخواهد بود و شاید آگاهی از چنین وضعیتی هم باعث شده تا به پیشنهاد آلمان در ماه آینده کنفرانسی ویژه آوارگان سوری در کشور آلمان تدارک دیده بشه و راه‌های کمک به دولت ترکیه جهت اسکان این آوارگان بررسی بشه. جدا از این، بسیاری از نهادهای حقوق بشری هم از جامعه جهانی درخواست کردن در این رابطه به کشور ترکیه کمک بشه. موضوع تنها مسئله تامین مالی نیست. الان حتی مدیریت این شرایط اورژانسی هم خودش یه بحث مهمه دیگه هستش که بسیار مهم هست و در اینجا به اون زیاد پرداخته میشه. ارتش نیجریه برای نخستین بار خبر کشته شدن ابوبکر شیکاب، رهبر گروه تروریستی بوکو حرام را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، منابع امنیتی از سال 2009 تا کنون دو بار خبر کشته شدن ابوبکر شیکاب را اعلام کرده بودند، اما ارتش نیجریه خبر کشته شدن وی را رسما اعلام نکرده بود. اعلام این خبر در حالی است که دو روز قبل اخباری مبنی بر آزادی شماری از دختران روبوده شده توسط بوکو حرام منتشر شده بود. بوکو حرام یک گروه سلفی تندروست که از سال 2009 میلادی تا کنون اقدامات تروریستی خود را آغاز کرد و به مهمترین تهدید امنیتی در نیجریه تبدیل شده است. این گروه تروریستی ضمن کشتن صدها شهروند غیر نظامی در نیجریه، شهرهای زیادی در این کشور را تصرف کرده است. شبه نظامیان گروه موسوم به جندل خلافه در الجزایر که به داعش نزدیک هستند، گروگان 55 سالی فرانسوی را گردن زدند و ویدیوی مراسم گردن زنی را با عنوان پیام خونین به حکومت فرانسه انتشار دادند. محمد رضا شاهید خبرنگار ما از پاریس گزارش می‌دهد. حدود ساعت 5 بعد از ظهر بود که در یک پیام ویدیوی عجیب با این جمله پیام خون برای دولت فرانسه،
خبر قتل گروگان فرانسوی ارو گوردل تایید شد. او روز یکشنبه توسط تروریست‌های مذهبی داعش روبوده شده بود و به فرانسه گفته شده بود چنانچه فرانسه به عملیات نظامی خود در عراق ادامه بدهد، این گروگان ظرف 24 ساعت کشته خواهد شد. در همان لحظه انتشار خبر، آقای فرانسوا اولاند که در نیویورک بود و همینطور وزیر دفاع و وزیر خارجه به فاصله چندین دقیقه پیام‌ها و دیدگاه‌های خودشون رو که طبیعتاً مشترک هم بود اعلام کردند. آقای فابیوس امروز صبح از نیویورک در یک مصاحبه تلفنی گفت این عمل ناجوانمردانه بوده و گفت ما دو دشمن داریم، بشار اسد و داعش. از طرف دیگر آقای لودریان وزیر دفاع نیز در همین زمینه گفت که ما قبلا گفته بودیم فقط در عراق عملیات نظامی خواهیم داشت، اما اگر ضرورت و شرایط اونگونه که تغییر پیدا کرده لازم باشه در سوریه هم عملیات نظامی علیه داعش خواهیم داشت. در ارتباط با قتل ارو گوردل باید گفت که تونس، کشوری که مذهب رو در گوشه از پرچم خود داره، یکی از اولین کشورهای عربی است که امروز ساعت 5 بعد از ظهر تظاهراتی رو علیه داعش و تروریسم مذهبی در پایتخت این کشور برگزار میکنند. همینطور در لحظه که این خبر رو میشنوید گفته شده که در برابر کاخ نخست وزیری در لندن عده‌ای تظاهراتی رو انجام میدن تا اعتراض خودشون رو نسبت به شرکت احتمالی بریتانیا در عملیات نظامی در عراق اعلام بکنند. امروز مفسرین میگفتند که مهمترین مسئله با داعش منبع مالی آنهاست و باید کیسه پولی اونها رو که منابع نفتی و فروش آنهاست، حدود 50,000 بشکه در روز، نابود بشوند. کسی پرسید مشتری این تروریست های داعش برای خرید نفت چه کسانی و چه دولت هایی می توانند باشند؟ پاسخ: یا دولت های فقیر همسایه یا دولت هایی که با همه امکانات به این نوع نفت ها و کمک رسانی به داعش نیاز دارند. پاریس، تلویزیون ایران فردا. علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نامه سید محمد خاتمی به علی خامنه ای را اقدامی مثبت دانسته و گفته خوب بود خاتمی به ملاقات رهبری می رفت اما نگذاشتند. آقای مطهری درباره احتمال دیدار اوباما و روحانی نیز گفته است به نظر من این دیدار به صلاح نیست و آنطور که من خبر دارم در برنامه پیش بینی نشده است. سرهنگ هادی مصطفایی معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی میگوید بر اساس آمار روزانه یک قتل خانگی در ایران رخ میدهد. به خبرگزاری مهر گفته است 30% قتل‌های کشور را قتل‌های خانوادگی تشکیل می‌دهند که بیشترین قتل‌ها مربوط به همسرکشی است و مردان بیش از زنان دست به جنایت می‌زنند. پوریا پور ابراهیم و محمود زاویه دو تن از اعضای تیم ملی نجات غریق و غواصی پس از اتمام رقابت‌های جهانی غریق نجات و غواصی در مونپلیه فرانسه به ایران باز نگشتند و قصد گرفتن اقامت در فرانسه و یا یکی از کشورهای اروپایی را دارند. داریوش اسفندیاری نایب رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی با اشاره به این مسئله گفته است نمایندگان وزارت امور خارجه به این ورزشکاران تاکید کردند چنین کاری را انجام ندهید چون قطعاً به شما لطمه خواهد زد. به ابراز امیدواری کرده که این دو ورزشکار به ایران بازگردند و این قضیه سیاسی نشود. مدیر طرح ملی حفاظت از طالب‌های ایران گفته است حدود 70% از طالب‌های سطح کشور در شرایط بحرانی قرار دارند. محسن سلیمانی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا افزوده است وضعیت و شرایط نامناسب طالب‌های کشور در واقع هشداری برای مسئولان و نشان دهنده ضعف مدیریتی در حوزه آبریز هاست. به با بیان اینکه از میان رفتن سفره‌های آب زیرزمینی در مناطق مختلف کشور یکی از پیامدهای مدیریت نامناسب حوزه‌های آبریز است تصریح کرده تا زمانی که توسعه ناپایدار به توسعه پایدار تبدیل نشود شرایط موجود تداوم خواهد داشت. اما خبری برای ساکنان لندن علاقمند به هنر.
کانون ایران در لندن فردا جمعه 26 سپتامبر در سالن کتابخانه مرکزی شهرداری کنزینگتون لندن میزبان چند تن از دست‌اندرکاران هنرهای نمایشی خواهد بود. در این برنامه بردیا جلالی گفتار تحلیلی پیرامون سیر تئاتر در درون و برون مرز خواهد داشت. همچنین نمایش خیمه شب بازی در دو پرده به کارگردانی و بازیگری قاضی ربیحاوی و هنرمندی محمد حیدری اجرا خواهد شد. نمایشگاهی از کارهای محمد نوریزاد، فیلمساز منتقد حاکمیت، شنبه گذشته 20 سپتامبر در گالری سیهون لس آنجلس در کالیفرنیا برگزار شد. پایان بخش خبر امروز ما گزارش تصویری است از این نمایشگاه که دعوت میکنم با آن توجه فرمایید. من از شما خداحافظی میکنم. شب و روز شما خوش. شنبه هفته گذشته 20 ماه سپتامبر نمایشگاهی از کارهای محمد نوریزاد، فیلمساز و کوشنده سرشناس حقوق بشر در محل گالری سیحون شهر لس آنجلس برگزار شد. در این نمایشگاه که به همت ابازر نوریزاد، فرزند محمد نوریزاد برگزار می‌شد، بیش از 20 تابلوی نقاشی خطاطی از آثار محمد نوریزاد که در دوره زندانی بودن خود کشیده است، به معرض نمایش گذاشته شد. در مراسم افتتاح نمایشگاه جمع کثیری از هنردوستان، روزنامه‌نگاران و کوشندگان حقوق بشر لس آنجلس شرکت داشتند. این نمایشگاه به مدت یک هفته در گالری سیحون لس آنجلس ادامه خواهد داشت.